ساعت 9 شب همه میگفتن بود و این برنامه پورام خانوم امشب. خیلی مشهور شدم. تو مرز رشوه دادن پسرم آوردم بیرون. ایرانی که الان اومده انگار ازت طلبکاره. بیار دیگه غذا رو. اگر دوباره بخوان هرگز دیگه شرکت، چون نمیدونستم واقعیت ها چیه. رکورد داره میشه؟ خب سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. من تو کانادا تورنتو اولین گفتگویی که تو شهر تورنتو دارم در خدمت کوران عزیز هستیم. شاید خیلیاتون بشناسین از برنامه معروف بفرمایید شام. درسته؟ درسته. بله وای سال 2014 2014 الان 2023 9 سال پیش. واو من خیلی تغییر کردم. نکردم 10 سال شد دیگه تقریبا. حدودا 10 سال. تغییر کردی؟ نمیدونم میگم تغییر کردم. خب بله 10 سال. سن اومده سر کسی تغییر میکنه. سن اومده سر من بچی. بچه اومدیم جیگرکیه خانم پوران عزیز. اسم جیگرکی باغچه است، درسته؟ بله. ما چند شب پیش اومدیم اینجا، اتفاقی رد شدم، متوجه شدم که شما اینجا مغازتون هستن. نمی‌دونستم کجاست دیگه. بعد با بچه اومدیم و یه جیگرم زدیم کسبید و موزیک خیلی باحالی داشت. بعد گفتم که اگه دوست داشته باشین گفتگویی داشته باشین که رسیدیم به امروز. خب چه خبره؟ شما چند سال کانادا هستین؟ 29 سال. 29 سال. 1994 تا الان. یعنی 5 سال هم بوده، 6 سال هم بوده شما اومدی اینجا؟ بله بله. با 3 تا پسر بچه. با 3 تا پسر بچه اومدین تورنتو یه راست؟ بله. یا؟ بله. چرا کانادا؟ چرا تورنتو؟ دیگه معبای همه ایرانی ها بود، ما هم گفتیم مهاجرت کنیم مثل همه. 30 سال پیش چی شد تصمیم گرفتی مهاجرت کنی اصلا؟ اصلا برای اینکه پسر بزرگم میرفت بره سرباز بشه. اون موقع 15 سال ممنوع خروج میشد. تا قبل از اینکه اون بخواد ممنوع خروج بشه، بعدم جنگ ایران عراق تازه تموم شده بود و اون داستانا بود دیگه. ما گفتیم بذار بیام بیرون. چجوری بود 30 سال پیش؟ نمیدونم که الان خیلی تغییر کرده. خیلی اصلا ایرانی نه. من فکر میکنم اون زمانی که ما اومدیم 300-400 تا خانواده ایرانی بیشتر نبود، چون ما کلاس خانواده کلاس ESL که میرفتیم 3-4 تا ایرانی توش بود با ما. واو الان چقدر شدن؟ خیلی زیاده. الان بالای 7 میلیون هست. 7 میلیون؟ آره 7 میلیون. یعنی 500 هزار تا الان هست. 500 هزار تا. واو. بله الان که امسال که خیلی بیشتر شد. من اینجا هر کجا رد میشم همینجوری صرافیه ایرانی، شینی‌پزی، رستوران انقدر زیاد شده. ولی اولش واسه ایرانی خیلی سخت‌تر بود اینجا؟ خیلی سخت بود. اولا فروشگاه ایرانی نداشتیم. یه دونه فروشگاه ایرانی بود به نام آسی مارکت. بیشتر اونایی که شبه ایرانی بود یه فروشگاه عربی بود، نصر. ما میرفتیم از اونجا میخریدیم. چه خوب اسم اونجا یه تا. ببین من تنها حسنی که دارم یکی رو تاریخ ها خیلی قویم، یکی رو چهره مشتریام. حتی اگه 10 سال پیش اومده باشه الان بیاد من میشناسم اون اسم. اگه گفته باشه یادمه، اگه نگفته باشه نه. ولی رو چهره خیلی من، یعنی چهره من دیگه یادتون میمونه دیگه. بله بله. اتفاقا چند وقت پیش ها یه دوتا خواهری میومدن، یه مدتی 2 سالی نیومدن. تا در اومد تو گفتم اه خوش آمدین، چه عجب. گفت واقعا من یادته؟ گفتم مگه میشه بابا، 2 سال پیش بود دیگه، خیلی طولانی. ولی کلن من رو چهره خیلی خوبم. بعد این جیگرکی و کلن این چیزها رو داشتیم اوائل، یا یعنی اینکه که به فکر نه اینجا 10 سال باز شده. 10 سال. من قبل از این نرس بودم، بیمارستان کار میکردم. دیگه اینجا تنها چیزی که خیلی آدم ها رو اذیت میکنه هم مالیات هست، چون شما هر چی درآمدت بیشتر باشه مالیاتت هم بیشتره. درسته. تصاعدی محسوب میشه. حالا یه جدولی یه اندازه درآمد داری همون. ولی من 14 ساعت در روز کار میکردم. 14 ساعت؟ خیلی تکس دادم. سال 2007 کویت کردم.
خودم کویت کردم. همه گفتن ای، گفتم من 87,000 تا در آوردم، 32,000 تا دادم، تازه نامه اومده 4,000 تا دیگه بده بده. یعنی چی؟ مگه میشه آخه آدم این همه امینه؟ شما هر چی بیشتر کار کنی تکست بیشتره. خب به فکرتون رسید که بیا اینجا جیگرکی بزنید؟ نه، یه دو سالی بر خودم گشتم. یه روز رد میشدم دیدم که اینجا رو زده برای اجاره، این شکل نه، فقط اون اتاق کوچکه بود. اومدم و گفتم که من میخوام اینجا رو اجاره کنم. گفت اینجا 2 سال بسته بوده، تو میتونی؟ گفتم امتحانش میکنم، کاری نداره. الان لندلورد من همیشه میگه، میگه آفرین به تو. چی کار که اینجوری نم همه رو من دونه دونه تعمیرات کردم، ریختم تغییرات. نه، تا 3 سال پیش یه پارتنر داشتم، ولی الان نه، الان دیگه 3 ساله که خودم دارم این کارا رو میکنم و الحمدلله خوبه. دخترها من کمک میکنن، کار میکنن. اون برنامه بفهمید، چون این شما تازه جیگرکی رو زده بودید. 1 سال بود. بله، من 2013 مارچ 2013 اینجا رو گرفتم. اینجا رو گرفتم. مشتری اومد؟ نه، نه. نوامبر 2014 اون برنامه بفرمایشان بود. خیلی هم جنجالی شد، نه؟ خیلی. و مارچ 2015 به خاطر عید نوروز پخش کردن. آکی. خیلی جنجالی. ولی چرا جنجالی شد؟ برای اینکه تیام میخواست برنامه‌ای بسازه که بیننده داشته باشه. خب برای همون پشتا به همون میگفت چی کار کنین. به همون میگفت. شما یادم راست شو بخواه، من یادم نیست برنامه رو ندیدم. اتفاقا قرار بود یه برنامه درست کنم در مورد همین، ریاکشن کنم، به ریاکت برم به این برنامه شما، ولی واسه شما نمیدم. شما نمره بد میدادی اون موقع؟ آره کم میدادم. به خدا. به حق یا ناحق؟ نه خب اینم باز برنامه بود. خب شب آخری که تموم شد خود تیام گفت، گفت پربیننده ترین برنامه بفرمایین شام و گروه شما ساخت، برای اینکه خیلی با هم کلکل میکردیم. حالا اگه یه وقت نگاش کنی خیلی کلکل. خب این چیه؟ خیلی هم نمره خوب معمولا تو اون برنامه میدادن. آره. خب خیلی، ولی اونایی که معمولا خیلی نمره اینجوری سخت دارن یه جوری از طرف مردم چیز میشدن؟ آره، قضاوت میشدن، منفور میشدن. آره، خب معلومه. خب ولی هدف این بود که بیننده درست کنه. خیلی مخارج کرده بود. آره، ولی خب اونو شما خود از خودت نمره دلی میدادی به اونو کم یا از قصد نو کم؟ نه خیر، میگفتش آقا تیام که چند بده به این؟ اینو اینجوری میکرد. نه او عدد رو نشون میده؟ به خدا. آره خود تیام. شما نمیگفتی که الان مثلا این داره 2 میگه؟ من نگم خب بده بعدا مردم. نه میده. چون نمره‌ای که اونا داده بودن و میدونست به هر کدوم ما میگفت که کلک میزنم. آره بس چی؟ خب هدف همین بود. خب بعد من یادم میگه تو اونجا شما خیلی چیز شدی؟ حالا مورد غضب واقع شدی؟ نه خیلی اذیت کردن، یعنی خیلی اتفاقا خیلی مشهور شدم. آره معروف شدم خیلی، و تازم بود اینجا رو باز کرده بودم. الانم از آمریکا ونکوور، همون شب شما اینجا بودی اونا ونکوور اومده بودن، تولدشون بود. قرار تأثیر داشته که منم اومدم اینجا رو نمی گفتگو میکنیم دیگه، اگه نبود که نمیشد. نه خیلی مشتری از بیرون تورنتو دارم. بعد من یادم غذای شما سوختش اونجا. آره یادته؟ اون نکنم عقص بوده. نه فقط اینجاش رو میدونم که غذای سوخته. نه اتفاقا اصلا یه جگرکی جگر آوردیم. بله بله، من وقتی که دیدم، من بار اول بود تچین درست کرده بودم. حالا چرا رفی سراغی کاری ریسکی؟ برای اینکه گفتش که به زمان ما گفت باقالی پلو ماهیچه نمیشه، نمیدونم قرمه سبز حرامه مگه؟ گفت نه پس زیاد پختش. آها زیاد بوده. بعد من وقتی دیدم تای غذا سوخته، میخوام بگم همه کلکل خیلی داشتیم با هم دیگه، اینو میخوام بگم. من گفتم که این غذا رو میذاریم کنار، از بیرون غذا بیارم. منوش خانم گفت نه، اگه ایشون این کارو بکنه ما میکنیم. قبول نکرد که ما اونو جلو دوربین نیاریم، گفت نه باید بیاد. آها آره. شما هم دیگه همین چه نشون دادیم. بعد ریاکشن مردم و اطرافیان چی؟ حالا غیر از اینکه اینجا خیلی خوب احتمالاً سرتون شلوغ شد، مشتری زیاد اومد،
خاطره چیزی هم داری بدی یا؟ نه خب خیلی ها ببین نمیتونی که توقع داشته باشی همه یه جور باشن. صد درصد. شما هیچ وقت پنج تا انگشت دست یکی نیست. خیلی ها تشویق کردن که مثلا ما اگه بودیم گیس گیس کشی میکردیم، تو چجوری مهنوش رو تحمل کردی؟ در شدی که الان واقعا با هم دوستیم، هم مهنوش خانوم میاد، هم مژگان خانوم میاد. والا حتی من یارم این سلوه نمیاردی که نگاه کنم ویدیو. آره هم مهنوش میاد، هم مژگان میاد. دوست شدیم دیگه. خیلی دوست شدیم. خیلی هم به قول شما کامنت های اینجوری گذاشتن که آره مثلا میخواستی نمره کم بدی خودت اول بشی. اصلا این برنامه نبود. داستان پشت صحنه چیز دیگه است. شما چندم شدی اصلا اونجا؟ هیچم. هیچم. سلام قضیه که فکرم قضیه فقط آقا رضا میدونید چرا؟ برای اینکه ما سه تا خانوما ایراد از هم زیاد گرفتیم. آقا رضا به قول معروف کنار بود. خدای مردا خیلی ریلکس دارن تو این چیزا، نه قبول دارین؟ خانوما خیلی خانوما آره. اونایی که چهار تا خانوم با هم باشه یعنی دیگه چی؟ نه ولی آقا رضا بسیار آقای خوبی بود. ولی مثلا من یارم قبلا چهار تا آقا با هم بودن اکثرا با هم میگفتن میخندیدن قضا هم بعد حالا ما خیلی گفتیم خندیدیم خیلی زدیم رقصیدیم. خیلی اونا رو هم همه رو فیلم برداری کرد ولی رفت اون تیکه هایی رو که میخواست بیننده ببینه از توش در آورد پخش کرد. وگرنه آواز خوندیم، زدیم، رقصیدیم، گفتیم، خندیدیم. به خدا از ساعت 9 صبح دوربینشون روشن بود، همه رو زد میکردن. ولی هیچ اون چیزه شادینا نبود تو دیگه. هیچ کدومو نشون نداد. برای اینکه خب کارگردانه میخواست. آره. خیلی مخارج بود براشون. ولی چه جنجالی ازش داره. میدونم برنامه‌ساز کلا اینه دیگه. همیشه یه چیزی برداشت در بیاد که یه ذره واسه مخاطب خاص چیز باشه. اصلا توی ایران خواهرم میگفت میخواست بشه ساعت 9 شب، همه میگفتن بود و این برنامه پوران خانوم امشب. میگفت اصلا ترافیک دیگه تو خیابون نبود. جدید؟ همه دویده بودن که برنامه رو ببینن. پس پشیمون نیستی از اون حضور تو برنامه؟ نه چرا پشیمون؟ بالاخره اینم یه تجربه بود. نه از اون لحظه اگر دوباره بخوان هرگز دیگه شرکت، چون نمیدونستم واقعیت ها چیه. آها. هر کی هم که بخواد شرکت کنه دور بر من باشه میگم نه، چون خواسته اوناست. منم شرکت نکنم اگه وقت چیز بود. وان میبینی اونا رو که نمیاره نشون بده. شما وقتی ویدیو فاینال رو دیدی تعجب کردی؟ آه اولش امضا گرفت ازمون. اگه قبل از این که پخش میکرد به ما نشون میداد من هیچ وقت نمیذاشتم. من هیچ وقت این کارو نمیکنم تو برنامه تلویزیونی، معمولا هم اول امضا رو میگیرم. آره. درسته. آره چون امضا گرفته بود دیگه. ولی خود شب آخر گفت آقا رضا برد. آقا رضا با وجودی که خیلی ساده برنامه اجرا کرده بود، یه زرشک پلو با مرغ درست کرده بود، پیش غذاش بابا قانوش بود. بابا قانوش چی بود؟ بادمجونه با تهینه و ارده یعنی. اوکی. آره چه بابا قانوش؟ من یه غذای ترکی و عربیه. آها من فکرم خانوم از حسودی به همدیگه نمره کم داده آقای اول شد. آقای رفت بالا. نه ولی آقا رضا حقش بود. خیلی مرد خوبی بود. چرا جالب؟ خیلی. من ندیدم هیچ وقت آقا رضا رو ولی شنیدم که همون کارهای امیگریشن میکنه. آها اوکی. ولی هم مهنوش هم مژگان با هم دوستیم، میان میرن. خب. یه وقتا اون ویدیوهایی که خودمون ضبط کردیم میذاریم. میخندیم. آره میگه من عجب دورانی بودم. حالا برگردیم به مهاجرت. الان شما 30 سال تقریبا میتونی میگه مهاجرت کردی. الان پشیمونی یا نه به مهاجرت؟ من نه، برای اینکه من راه دیگه ای نداشتم. نمیخواستم مخصوصا چون 3 تا پسر پشت هم داشتم، نمیخواستم بچه هم برن سربازی، چون هر لحظه امکان جنگ رو ببر و بیار. بله چون جنگ اون موقع ایران عراق بود. جنگ بعد جنگ ایران عراق بود. شرایط اقتصادی هم البته بود یا نه؟ نه خیلی خوب. هنوز خوب بود؟ هنوز خوب بود. آره من با 5000 تومن تو مرز رشوه دادن پسرم آوردم بیرون. 5000 تومن. آره دیگه اون موقع به من یه نفر آدرس داد. آخه دیگه مرز بود، یعنی
میرفت که ممنوع خروج بشه. بله. یه نفر گفت برو پیش اون سرگرده، منتها قبل از اینکه تقاضاتو بدی 5,000 تومان بذار لای پاسپورت بهش بده. منم پاسپورتو دستش دادم، اول پولو برداشت، بعد گفت جریان چیه؟ گفتم من این پسرم میخوام خارج کنم. برداشت یه مهر زد گفت برو. مگه حرام نیست رشوه؟ چطور قبول کرد؟ بله. نه ولی خب بازم خوب بود. فقط مهاجرت اون دلتنگی هاشه، وابستگی های خانوادگیه. خیلی ها رو دارم روزای اول که میان خیلی گریه میکنن. آره خب سخته، خداییش سخته. همیشه هم میگم اگه شرایطت برای برگشتن خوبه، خودتو اذیت نکن، برگرد. اگر اومدی که باید بسازی، اومدی اینجا رو برای بچت. خیلی از دوستان من الان ماشاءالله آدم های موفقی هن، هم خودشون هم بچه هاشون، خدا رو شکر. اصلا واقعا میگم بچه های ایرانی باعث افتخارن. مشتری دارم که از واشنگتن میاد، مهندس فضاست، سنی هم نداره، 28-29 سالشه. اینجا اکثرا یا دکترن، فیزیوتراپن، یعنی واقعا هم نمرات خوب هم باعث افتخار. پسر شما چی الان چیکار میکنن؟ پسر بزرگ من کمپانی هیتینگ کولینگ داره، گرم و سرما. پسر دومم کارهای تعمیرات ساختمونی میکنه. پسر سومم هم ریل استیته. راضی هم همشون اونجا؟ هر خونه، زندگی، زن، بچه. برای اینکه اینجا خب بزرگ شدن، درس خوندن. فرق میکرد با مایی که زبانم بلد نبودیم. آره خیلی سخت. شما در اصل یه چیز میشین دیگه، یه پلی میشین واسه بچه‌ها دیگه. بله یه فداکاری در اصل. دختر بزرگم کلاس چی Early Child Educationش رو تموم کرده، کودکیاری. فارسیش میشه کودکیاری. دختر آخریمم. چند تا بچه داریم؟ 5 تا. 5 تا؟ واو. اون دوتا دخترها کانادایی هن. آها. این دوتا دخترها کانادا به دنیا آمدن. دختر کوچکم هم میره که دیگری کودکیاری رو بگیره. هنوز داره یاد میگیره. درس میخونه. بله. من واقعا زحمت کشیدم، واقعا کار کردم و خدا رو شکر واقعا میگم بچه های بسیار خوبی دارم. حالا شما اگه فکر کن قضیه سربازی نبود اصلا، کلا فکر کن تو ایران سربازی نبود، اگه شما الان تو ایران زندگی میکردی، الان تو این سال فکر میکنین به جایی که دوست داشتی میرسیدین یا اینکه نه؟ حتما میرسیدم، چون خودم آدم فعالی بودم. تو ایرانم مهد کودک ران میکردم من. من خودم آدمی بودم هستم که از 8:30-9 صبح بیدارم و دنبال روزمرگی زندگی من. هر روز اینجا هستین دیگه جگر؟ بله. باید. 1 تا 10 بازیم الحمدلله خدا رو شکر دیگه. آخرین باری که رفتین ایران؟ جنوری. آه تازه رفتی. بله. پس بله جنوری خیلی هم خوب بود، چون مادرم الحمدلله هستش. بله. به خاطر مادرم میرم، سالی یه بار رو میرم. یه ماهی میمونم و میام. خب شما که میری ایران میای، به نظرت فرق بین ایرانی های اینجا و ایرانی داخل ایران چیه؟ هیچ فرقی نداره. ایرانی های اینجا خیلی سعی میکنن با کلاس باشن، مخصوصا اینا که جدید اومدن هی پیشنی ندارن. یه مدت که میمونن یاد میگیرن که صبوری داشته باشن. اولش همه عجولن. عجول تو چی هم؟ تو همه چی؟ زود پول درارن یا چیز دیگه منظورتون؟ اصلا امکان زود پول در آوردن هیچکی نداره اینجا. مگه همین رستوران کار کنه که من الان بیشتر دانشجوها رو هایر میکنم که برام کار کنن. درسته. آره. تا درس نخونی مدرک نگیری. 3-2-1 رکورد. پس باتری داشتیم. آفتابه خورده. آره من تعجب کردم باتری نه زود تموم شد. بچه یه لحظه اینجا من چون دوربین رو گذاشتم
پشت پنجره از آفتاب بهش میخورد، خورشیدم پشتش به ما سلام. بعد داغ کرد دوربینم یه لحظه. الان فکر کنم دیگه اوکی شد. امیدوارم که به مشکل نخوره. البته علامت داغی رو دارم دوباره میبینم. نه اوکی. خب این لحظه که قطع شد، پورانجان یه ذره بیشتر حرف زد با ما و حرفای جنجالی زد. نمیخوام اصلا اصرار کنم چیزی رو اضافه بگین، ولی اگه فکر میکنین مثالی الان میتونیم بزنیم در مورد فرق بین ایرانیان داخل کشور اینجا، چون احساس کنم این چیزایی هست که دوست داریم بگیم ولی نمیخوایم حالا مستقیم بگین، اگه فکر میکنین چیزی میتونیم بگین درموش بگیم. ببین ایرانی هایی که الان میان، تازه میان، خیلی پرتوقع هن. حالا یا واقعا با محیط آشنا نیستن. شما مثلا یه بچه‌ای که اینجا متولد شده 50 بار میگه ببخشید، ولی اون ایرانی که الان اومده انگار ازت طلبکاره، بیار دیگه غذا رو. واقعا خوش اومده؟ آره بابا یه ذره صبر کن، خب بالاخره 10 تا مشتری دیگه جلو توه. برای همین میگم صبوری ندارن اولیش، دوما لحن گفتنشون خیلی فرق میکنه. برای کسی که سالها اینجا زندگی کرده قشنگ عجیبه براش که این میده. من فکر میکنم از کجا میاد، به خاطر شرط اقتصادی و کلا مشکلی که دیر هست آدم ها خیلی پرخاشگر شدن. آفرین. همه رو نمیگم ولی خب خیلی اینجوری، خیلی به خاطر همون. اولا که مهاجرت خیلی سخته و اونم فشار دوباره میاره، خیلی فشاره وقتی شما یه جایی ناشناخته، حتی خیابون رو نمیدونی بالا بری یا پایین بیا، میشه شمال یا جنوب. و شرایط الان که بالاخره گرونی خیلی زیاده، تو کانادام خیلی گرونی زیاد شده، خیلی گرونی زیاده، خیلی هم کار ندارن، مجبورن پول از اون بر بیارن اینجا از ایران. بله تو یک سال گذشته خیلی هم برگشتن. اگه آگهی ها رو نگاه کنی زده بود کلیه لوازم منزل به خاطر برگشت به ایران به فروش میرسه، به خاطر گرونی. یعنی گرونی؟ خب خیلی گرونه. به نظرم تورنتو جز اون شهرهایی که اوور پرایس بازم خیلی علکی گرونه. خیلی علکی، مخصوصا ببین وقتی بنزین رو 1.70 میزنی شما خب به همون نسبت همه چی گرونه. من دیشب رفته بودم شاپرز راگمار، یه جعبه 12 تا یه تخم مرغ همیشه 3.5-4 میخواد، دیشب 6 دلار بود. مثلا موندم یه قدر نگانی وای کم کره 7 دلار و نیم. بابا این کره ای بود که 3.49. قیمت خونه هم کلا اجاره شما احتمالا خونه خودت داری نمیدونم، ولی اجاره با اجاره اله یکیه اینجا. خیلی گرون شده، من هیچی نداره. حالا این نفر داریم اینجا نشسته بچه همین تورنتو ولی بهش فرق میخواه، ولی واقعا میگه نه. من چند روز پیش یه چیزی شنیدم واقعا تعجب کردم، یه دونه اتاق دو تا دختر خانم با هم دارن اجاره میکنن تو یه اتاق 1000 دلار اجاره میدن یه اتاق. یه اتاق، اون وقت اتاقی که تو یه دونه آپارتمانه، مستر بدرومشو یه زن و شوهر اجاره کردن، یه اتاق هم خود صابخونه است. یعنی اصلا نداشتیم نداریم، وحشتناکه. 500 میدن دیگه. دوتا آدم غریبه. ببین حتی تو یه خونم دوتا آدم غریبه سخت زندگی کردن. حالا شما فکر کن تو دو آره چی بگم؟ آره سخته. حتی این تورم تو کل دنیا هستش. بله. این تایلندش هم که رفتم تورم بود، آلمانش هم هستش. ولی یه چیزی که حداقل میدونم اینجا خوبی که داره، اولش از سختی بکشی ولی اگه راهت مشخص کرده باشی و تلاش کرده باشی دقیقاً اون تاش خیلی روشن. دقیقاً من روز اول همه اینایی که تازه مهاجرم میان سوال میکنم، نم ببین اگر پای اول تو درست گذاشتی تا آخرش موفقی، ولی پای اولو بلغزی هیچ وقت چیزی منظور از لغزیدن یعنی چی؟ یعنی حالا با این خوشگذرونی با اون مواد. من خیلی مشتری دارم که شبا میان خراب این مثلا حالشون خلابه؟ جوون. ولی خیلی هم از ایرانی ها اصلا عشق میکنی. یه مشتری دارم 26 سالشه یه خانومه، اوایل که اومده گفت من ریل استیت هم. چند وقتی اومد بهش گفتم همون کار ریل استیت رو میکنی الان با این گرونی و اینا؟ گفت نه من پیس میکرم، من جراح قلبم. گفتم تو رو خدا راست میگی سما؟ گفت باور کن وقتم کلینیک های خصوصی زیاد داریم اینجا. گفت من برای کلینیک خصوصی میرم، ونکوور میرم، مونتریال میرم،
برکلا. پیس میکرم گو. به خود بستگی داره دیگه. بچه تا زندگی آفرین. کنی. خیلی وقتی اینجور بچه ها رو من میبینم خیلی افتخار میکنم بهشون. خیلی عالیه. سخته، مهاجرت برای همه سخته. طبیعیه. ولی سختیش میگم اون تهش روشن اگه خوب بذاری خیلی الان ما ایرانی موفق هم داریم اینجا دیگه بحر. تو همون خود امریکاش هم اکثران آدم موفقی هم بحر. چون اونا هم برگردی قبلش احتمالا یه خونه اجاره کردن دو نفر زندگی بله تنها چیزیش که آره من موفقیت اینجا زیاده اگر بخوای راهش خیلیه ولی چیزی که متاسفانه تو کشور خودم نیست این که معلوم نیست تهش چی میشه یعنی اینکه من خود من زمانی که دانشجو بودم کار میکردم مثلا یهو حالا قیمت یورو درستی هم نیست ولی میتونم بگم که قیمتش چند برابر شد و یه جوری انگار مثلا سرمایه کوچیکم حالا حد مثلا بگو 1 میلیون تومان اون انگار مثلا 1/5 شد دقیقاً ولی اینجا هم درست حال گرونی هست داره میشه ولی اون اتفاق عجیب غریب نیفته یعنی اونجا مردم ایران نه هیچ وقت اون اتفاق نمیفته یه مشکلای بیشتری هم روش اون خیلی سخته اون بعدش کرده به نظرم قضیه رو ولی ببین توی ایران استرابه آرامش نیست شما رفتن بهتر میدونین باور کن یعنی انگار که همه از فردا میترسن نگرانن همین حرف که شما زدی خب یه آپارتمانی که طرف خریده بود 6 میلیارد الان 18 میلیارد یعنی 3 برابر تو 2 سال خب اینا استرابه مخصوصا برای جوونا من نمیدونم فردا یه دوباره ممکنه بنزین دو برابر شه آرامش نیست خلاصه آره. آرامش تو خیابون میدیدیم من شینام این سری مثلا بچه‌ها رفتن اینا میگفتن تو خیابون خیلی آدم فقیر دیگه زیاد می‌بینی بیشتر از چند سال قبل و خیلی ناراحت کننده است این قضیه خیلی ببین درصد طبقات فاصله فرق به فاصله طبقاتی خیلی زیاده بیشتر شده خیلی بیشتر مثلا تجریش آدم‌ها رو می‌بینی که لباس‌های خیلی شیک خیلی سرا درست کرده ناخونا لاک زده ولی یه ذره میای پایین دوربر پیچ شمرون و فردوسی و اونا همون که شما همون تو تجربه هم خیلی فقیر بود خیلی آره. ولی اون پایین دیگه قشنگ فاصله طبقاتی رو احساس میکنه امریکا هم رفتی شما یا نه؟ امریکا سفر. یه سفر 15 روزه رفتم خب با ماشین از اینجا؟ بله از بافالو تا میامی آها سمت الی نرفتیم؟ نه تقریبا 6-7 ایالت رفتیم خوب بود؟ خیلی فرق داره با اینجا فرقش چیه به نظرتون بزرگون فرقش؟ اصلا اولین کلمه ای که میگه آمریکا آقای جهانه واقعا هست حس میکنی؟ حس میکنی از مرز کانادا که رد میشید دقیقا حس میکنی چی حس میکنی دقیقا؟ اون نظم و ترتیب ها توشون اولی دوم اون طرز لباس پوشیدن ها اینجا صبح هر که هرچی خوابیده بلند شده با همون را میفته میاد تو خیابون ولی اونجا نه حتما کفش نایک پاشونه کفشن آدیداس تنشونه سعی میکنن واقعا خودشون رو نشون بدن که با دنیا فرق دارن بعد شهرها که ما مثلا ایالت به ایالت که رفتیم خیلی تمیز طبیعتشون و یه چیز دیگه هم که بود حالا من کانادا رو زیاد نگشتم ولی این 8 ایالت همه جا غذاهاش اگر این فرانچایز میرفتی با اونای دیگه یکی بود اینجا اینجوری نیست؟ اینجا اصلا پیت میگه که تا میتونی پول بگیر به ما مالیات بده من حتی شنیدم دوستم میگفت این رستورانه مثلا زنجیری هم چیه مثلا مثل KFC هر چیزی میگفت اینجا خوبه بریم اون محله میگفت هر چه محله بهتره انگار اونجا غذاش بهتره بله الان اینجاره ولی آمریکا نه ما دو شب رفتن هتل خوابیدیم خیلی خوب بود با اون ذهنیتی که به قول یارو من از اون هتل داشتم اصلا متفاوت بود چون اینجا همون هتل رفته بودیم تمیزیش این بین راه ها نمیدونم دستشویی‌هاشو دیدی یا نه واو سشوار هم داره توش خدا سشوار هم داره همه چی که داره ولی وجدانن تمیزش حرف اول بود تا میامی رفتیم حیات هتل اونم خیلی من خود از امریکا اومدم سه ماه اونجا بودم سه ماه در روز اومدم اینجا فرقش رو راحت حس کردم دقیقا یه دب شدم نه جدی میگم کسی که مثلا بخواد حالیش بشه فرق داره
حالا کانادایی ها ناراحت میشن ولی نداره، واقعیت همه چیش دیگه حتی رانندگیش فرق داره بابا. خیلی فرق داره. یه خدا رو شکر اونجا که رفتی ایرانی ولی کمتر دیدین فکر کنم. ما اصلا نرفتیم، یعنی ما فلوریدا بودیم یک هفته یه دوستی داشتیم از اینجا رفته و یه هفته فلوریدا بودیم. نه اصلا ندیدم. خب سمت کالیفرنیا و الی برین خیلی باز خیلی فرق میکنه. بله بله اونجا فکر کنم 20-30 تا خونه بار ایرانی بود، خیلی نبود. آره، ما ندیدیم. شما اصلا ندیدیم. شما آمریکای واقعی واقعا این سری رفتید نگاه کرد. آره آره. تو کالیفرنیا به نظر آمریکا نیست. کالیفرنیا کالیفرنیا آب هواش اینا عالیه، طبیعت عالی، ولی آمریکا نیست. نه یه تیکه باز خوش. ویرجینیا خیلی قشنگ بود، مریلند قشنگ بود، اصلا همین یه تیکه تیکه که میرفتیم ایالت به ایالت خیلی قشنگ. شما تصمیم نگرفتیم مثلا مهاجرت کنیم به امریکا؟ الان دیگه نه، مثلا چند سال پیش نه، برای اینکه موقعیتش سخته. دوباره مهاجرت کردن خیلی سخته. تو سن و سال ما الان من یه آرامش نسبی دارم، یه درآمد اوکی دارم، دنبال دیگه چیز بیشترم نیستم. شاید بتونم ولی نیستم دیگه، چون مهاجرت واقعا سخته. عجب. چیزی هست که بخوام آخر برنامه اضافه کنی حرفی؟ چیزی خیلی خوشحالم که با شما ملاقات کردم. امیدوارم موفق باشین. ممنونم، مرسی. همیشه سلامت باشین. خوشحال شدم دیدمتون. قربونت، خیلی ممنون. گفتگو خیلی خوبی بود به نظر من. حتما تو کامنت ها نظر خودتون بنویسین و این برام سر بزنین. اینجا آدرسش چی میشه؟ 1085 یانگ استریت ریچمان هیل. دیگه جیگر رو اینجا بزنیم. اون روز که اومدیم چه موزیکای چیزی هم داشتیم. بله، هر شب هر بعد از ظهر داریم تا آخر شب. حالا دیگه بس به حال خودشون میزنن میرقصن. موزیکای فاز جیگرکی قشنگ، خیلی اینش خوب بود، باحال بود. خوش گذشت. بچه دمتون گرم، مرسی که تا الان نگاه کردین. بنویسین واسه من واسه نفرات بعدی اگه دوست دارین تو کانادا یا هر جای دیگه با کی گفتگو کنم. مراقب خودتون باشین تا ویدیو بعدی. خدافظ. خدافظ. مرسی از شما. خواهش میکنم، دستتون درد نکنه.